درود به همه شما عزیزان امیدوارم هر کجا که هستین شاد و سلامت باشین با من همراه باشین با داستان امروز داستان امروز و دوست عزیزمون آقای ایرج برامون ارسال کردن و نوشتن سلام اسمم ایرجه 29 سالمه من کمک خلبانم برای رسیدن به این جایگاه کلی زحمت کشیدم از بچگی عاشق پرواز بودم خیلی وقتها در دوران کودکی با بچه ها توی کوچه دستمون رو باز می کردیم انگار که داریم تو آسمون پرواز می کنیم از این ور کوچه تا اون ور کوچه می دویدیم بهترین اسباب بازی که من توی بچگی دوست داشتم هواپیما و هلیکوپتر بود نمیدونم انگار که عشقی به پرواز توی خون من وجود داشت و هر کاری می کردم نمیتونستم ذره ای از عشق پرواز کردن خارج بشم کار هایی که برای مدرسم درست می کردم با چوب هواپیما می ساختم. پدرم از بچگی تشویقم می کرد و می گفت پسرم قراره یه خلبان درست و حسابی بشه. تو دوران ابتدایی با بچه ها به صورت گروهی یه هواپیمای ربات مانند ساختیم که تقریبا تا ارتفاع دو سه متر از زمین بلند می شد. و شاید اندازه 5 6 مترم پرواز میکرد همین هم فوق بود و معلممون خیلی ما رو تشویق میکرد حسابی درس میخوندم و میگفتم من بالاخره یه روز به آرزویی که دارم میرسم تمام در و دیوار و اتاقم پر از عکس پرواز و هواپیما و هلیکوپتر بود به هوا و هوانوردی علاقه مند بودم هر وقت میخواستیم مسافرت بریم به پدرم التماس میکردم که با ماشین شخصی نریم و با هواپیما بریم هر موقعم که سوار هواپیما می شدم با کادر پرواز صحبت می کردم. ازشون می پرسیدم چطوری من می تونم جزو کادر پرواز بشم. حالا اینکه حتما خلبان باشم مهم نبود. مهم این بود که بیشتر عمرم و داخل هواپیما و توی هوا سر کنم. کندن از زمین و در آسمون قرار گرفتن و اینکه که می بینی به هیچ جای اتصال نداری جز خدایی که در همه جا وجود داره باعث میشه که ایمان قلبیت به خداوندی که با چشم دیده نمیشه هزار برابر بشه عجیب بود که از بچگی این حالت در وجود من قرار داشت دوران مدرسه حسابی درس میخوندم و هر وقت که هر کسی ازم میپرسید دوست داری در آینده چه کاره بشی؟ فقط میگفتم خلبان به هیچ چیز دیگه جز این موضوع فکر نمیکردم میخوام یه موضوع خاصی رو بگم که شاید به داستانم ربطی نداشته باشه و سرتون رو درد بیاره اما از اونجایی که این داستانها قراره باعث کسب تجربه بشه میخوام بگم که اگه چیزی رو توی زندگیتون دوست دارید باید اونو با تمام وجودتون بخواید و در جهت به دست آوردنش هر کاری لازمه انجام بدید خیلی ها رو دیدم که میگن من برای موفقیت خیلی کارا کردم لازم نیست خیلی کارا انجام بدین باید همه توان تو برای یه کار بذاری از این شاخه به اون شاخه پریدن هیچ وقت تو رو به موفقیت نمیرسونه من از بچگی روی خلبان شدن کاملا زوم کرده بودم و هیچ چیزی جز خلبان شدن برام مفهومی نداشت اگه بهم هم میگفتن چرا داری راه میری میگفتم دارم میرم مدرسه درس بخونم که خلبان شم اگه میگفتن چرا میخوابی میگفتم میخوابم که یه روزی از خواب بلند شدم که خلبان شده باشم پس همه تمرکزم و روی این موضوع گذاشته بودم من برعکس خیلی از مطالبی که توی داستاناتون میبینم چه تو دبیرستان چه دانشگاه هیچ وقت دنبال مسائل هاشیهی مثل پیدا کردن دوست دختر و این حرفا نبودم چون میخواستم فقط خلبان بشم این بچه بازی ها رو یه جورایی صد راه خودم میدیدم درسم فوقالعاده نبود ولی تمام تلاشم رو میکردم خیلی وقتا بعضی درس ها رو هم نمره خوبی نمیگرفتم راستش رو بخواید خیلی درس ها رو تجدیدم می شدم توی دوران دبیرستان بود که دنبال این بودم که چه درسایی باید بخونم که بتونم به دانشگاه و ای که منو به آرزون برسونه بخونم و تمام تمرکزم و روی اون درس ها گذاشته بودم جوری که گاهی وقتها مجبور می شدم تا بعضی درس هایی که خیلی نمی خوندم و بخونم فقط به خاطر اینکه قبول بشم و به پایه بالاتر برم خدا رو هزار مرتبه شکر می کنم که توی سال اول کنکور من برای رسیدن به آرزوهام تو رشته ای که می خواستم قبول شدم رشته خلبانی نظامی موضوع اینه که از زمانی که تو این رشته قبول میشی مثل یه آدم نظامی به حساب میای روزی که متوجه شدم این رشته رو قبول شدم دنیا به کامم بود چنان با خوشحالی در خونم رو به صدا در آورده بودم که مادرم سراسیمه خودش رو به دم در رسوند چون خیال میکرد اتفاق بدی افتاده دستم و گذاشته بودم روی زنگ و بر نمی داشتم. به محض اینکه مامانم در رو باز کرد هاج و واج نگاه میکرد بدون اینکه متوجه بشم موقعیتم چیه فریاد زدم مامان قبول شدم من رشته خلبانی قبول شدم اون لحظه دختر همسایمون که دیوار به دیوارمون بود از پنجره اتاقش داشته منو نگاه میکرده و انگار بیشتر از من اون زغ کرده که من خوشحالم انقدر سرم به درس و مشق گرم بود که متوجه نبودم ساحل دختر همسایمون عاشق و شیفته من شده اون تمام روزایی که به دبیرستان میرفتم و میومدم یا کلاس کنکور میرفتم از پنجره اتاقش ورود و خروج منو به خونمون زیر نظر داشته. اینا رو خیلی بد فهمیدم. ساحل میگفت اون روزی که فهمیدم خلبانی قبول شدی انگار که دنیا رو به من داده بودن. جوری که هیچ وقت موفقیت های خودم تا این حد نمیتونست منو خوشحال کنه. تو همون زمان ساحل اول دبیرستان بوده و کلاسای دانشگاه من شروع شد. حتی توی دانشگاه هم من کاری به دیگران و دانشجوها و افرادی که دور برم میدیدم نداشتم همه یه تمرکزم روی درس و کارم بود بهترین سالهای زندگیم دوران دانشگاه بود و بهترین نمره های درسیم تو درسایی بود که آیندم و داشتم باهاش زندگی میکردم مادرم میگفت تو اگه توی دوران تحصیلی قبل دانشگاه این مدلی درس می‌خوندی الان پروفسور بودی که همه دنیا میشناختنت به هر حال اینم عشقی بود که توی تک تک گلبول های قرمز خون من رو سوخ کرده بود حالا که دیگه تو رشته که میخواستم قبول شده بودم انگار که یه مقدار به آرامش رسیده باشم و نگاه هم به دور و اطرافم بیشتر جلب شده بود خیلی وقتا میدیدم وقتی که دارم به خونه میام ساحل دختر همسایمون در حالی که تیپ فوقلاده زده یهو یه از در خونشون خارج می شد و منی که به در خونمون رسیدم و با سلامی سپرایز می کرد. وقتی این کار مداوم تکرار شد دیگه به سلام دادن ساحل عادت کرده بودم. اگه یه روزی خونه برمیگشتم و ساحل و دم در توی پنجره یا تو کوچه نمی دیدم دلم براش تنگ می شد. این دلتنگی هزار برابر تو وجود ساحل بیشتر ریشه کرده بود. چون اون ذره ذره با عشقی که نسبت به من داشته بزرگ شده بود و قد کشیده بود چهار سالی از درس خوندن من میگذشت که یه روز ساحل توی کوچه منو دید و گفت آقای ایرج من برای مهمونداری هواپیما قبول شدم من این که تا حالا با ساحل فقط در حد سلام و علیک صحبت کرده بودم سوخ عجیبی توی دلم پر شد بهش گفتم خیلی تبریک میگم این رشته رو دوست داشتین گفت نه اینکه الان دوست داشته باشم از خیلی سال پیش دوست دارم سالهایی که حرفشو خورد و چشماش پر از اشک شد و از کنارم رد شد رفت برام خیلی عجیب بود که چرا همچین برخوردی کرد از اون روز کنجکاوی زیادی تو وجودم رخنه کرد که باید بفهمم چرا دختر همسایه ای ما عاشق رشته ای شده که اشکش رو درآورده برای همین در کنار درس خوندن سعی می کردم دختر همسایهمون رو هم ببینم ولی از اون روز به بعد دیگه نمیدیدمش برام یه خورده عجیب غریب بود ولی اون دختر چنان به دلم نشسته بود که فکر می کردم شاید بشه برای زندگی مشترک روش فکر کرد برای همین یه روز به مامانم گفتم راستی مامان جون این همسایه بغلیمون یه دختر جوون داره مامانم لبخندی زد و چشماش برقی زد و گفت خب خوب, خوب چه عجب پسر من داره در مورد دختر همسایه بغلی صحبت میکنه گفتم نه همینجوری میخواستم ببینم چه جور دختریه مادرم گفت به نظر من که یه دختر فوق العاده است چند باری تو مراسم های روزه کوچه و محله و خونه در و همسایه دیدمش خیلی دختر با سلیقه هست گفتم از کجا میدونی با سلیقه است گفت چون لباسایی که تنش میکنه رو خودش میدوزه خیاطی رفته هر چقدر که مادرم داشت از ساحل تعریف میکرد انگار دل من برای این دختر میرفت وقتی میخواستم از مادرم جداشم برگشت گفت بالاخره نگفتی چرا اینا رو میپرسیدی گفتم هیچی فقط یکی دو بار دیدمش یهو مادرم پرسید ازش خوشت میاد به نظر من کیس خوبیه میتونیم روش به عنوان عروس خونمون حساب کنیم لبخندی زدم هیچی نگفتم و رفتم سراغ درس و کتابم از اون به بعد بود که مادرم راه افتاده بود اطلاعات بیشتر در مورد اون دختر پیدا کن و یه روز اومد جلوم نشست و گفت دیگه درسات داره تموم میشه و داری از دانشگاه فارغ و تحصیل میشی میخوام بریم خواستگاری ساحل ها جواج نگاش کردم گفتم چی داری میگی مامان من فعلا زود ازدواج برام مامانم گفت همچی زودم نیست شنیدم چند تا خواستگار پر و پا قرص داره دختر خوشگل و خوب که رو دست نمیمونه خب میبرنش یه خواستگاری بریم خیالمون رو راحت کنیم هر وقت دلت خواست با هم عروسی کنید لبخندی زدم و گفتم هر جور صلاح میدونی واقعیتش این بود که وقتی شنیدم اون خواستگار داره دلم هری هر ریخت نمیدونم من واقعا اون دختر رو دوست داشتم عاشقش شده بودم اصلا چی باعث شده بود که تا این حد دلم براش بلرزه من که مدت زمان زیادی نیست اونو میشناسم چی تو وجود اون دختر بود که منو جذب خودش میکرد بالاخره یه شب با خانواده برای خواستگاری ساحل رفتیم و همون شب مادرش محکم گفت من اصلا با این ازدواج موافق نیستم اونجا بود که متوجه شدم ساحل پدر نداره و مادرش اونو برادر کوچیکشو به دندون گرفته و سالها ازشون مراقبت کرده در حالی که هیچ پشتیبانی نداشت و ذره ذره قد کشیدن بچهش رو با خون دل خوردن خودش تماشا کرده. مادرم یهو گفت چرا موافق نیستی زینب خانم؟ مگه پسر من چشه؟ داره فارغ و تحصیل میشه؟ قرار خلبان بشه؟ این کار خیلی دوست داره. تازه شنیدم دخترت هم داره مهمانداری درس میخونه. اینکه خیلی عالیه دوتاشون میتونن با هم برن با هم بیان بدون اینکه از همدیگه دور باشن مادرش گفت همینه دیگه من دلم نمیخواد دخترم بره مهماندار داره هواپیما بشه ولی از عهدهش بر نمیام باید ازدواج کنه و مهمونداری رو هم فراموش کنه الان چند خواستگار داره و من با یکیشونم هم موافقم اون موقع ها در حالی که سر به زیر بودم گاهی وقتا این ورون رو نگاه علکی میکردم و یه لحظه متوجه شدم که از گوشه آشپزخونه ساحل داره ما رو نگاه میکنه. چقدر اون مدل دید زدنش برام لذت بخش بود. مادرم گفت شما اجازه بده که چند دقیقه دختر گلت با پسرم صحبت کنه اگه اینا نخواستن با هم ازدواج کنن هرچی شما بفرمایید قبوله مادرش به هول از جاش بلند شد و گفت نه اصلا نمیذارم با هم صحبت کنن که بخوان توافق کنن یا نه شما گفتین میخواین بیاین منزلمون منزل من؟ گفتم قدمتون رو چشم ولی اصلا فکر نمیکردم به خاطر پسرتون اومدی من دخترم رو به کسی که قرار زندگیشو توی آسمون بگذرونه نمیدم دخترم هم حتی درس مهمانداری هواپیما رو بخونم بازم نمیذارم بره توی این رشته کار کنه من کلی خونه دل خوردم برای این دختر نمیتونم دوریش رو تحمل کنم این شغل اصلا امنیت نداره باید مدام آدم تن و بدنش بلرزه که بچت کی میره کی میاد من غیر از ساحل و ساحل کسی رو ندارم که تنها همدم من این دوتا بچه هستن و هیچ جوری دلم نمیخواد که ازم جدا بشن هرچی بیشتر مادر ساحل مخالفت میکرد من بیشتر و بیشتر جذب این دختر میشدم و حالا عشق دومم شده بود ساحل و باید هر جور شده به دستش میآوردم وقتی به هم گفت که مهمانداری هواپیما قبول شده میدونستم کجا درس میخونه و آموزش میبینه اون شب با ناامیدی از خونه ی همسایه برگشتیم و دقیقا فردا صبحش سراغ ساحل به کلاس های آموزشیش رفتم اون با دیدن من هم زخ کرده بود هم باورش نمیشد ازش خواستم که چند دقیقه با هم صحبت کنیم و با صحبت کردن بود که فهمیدم ساحل خیلی وقته که گوی سبقتو از من برده و عاشق منه بهش گفتم من مدت زمان زیادی نیست که تو رو میشناسم در حالی که بیخ گوشم بودی نمیدیدمت چون همه عشقم خلبان شدن بود و الان با عشق یه عمر زندگیم فاصله خیلی کمی دارم ولی از وقتی که تو رو شناختم و فهمیدم چه جور آدمی هستی شدی عشق دوم زندگیم اخماشو تو هم کرد و گفت پس اول با کارت ازدواج کردی بعد میخوای سراغ من بیای خندیدم و گفتم اینا منافاتی با هم ندارن. علاقه من به کارم با علاقه ای که نسبت به شما دارم دو مدل مختلفن. تو که به کار من حسادتت نمیشه. تازه خودت هم یه جورایی درگیر هوا و آسمونایی. اونجا بود که سرشو پایین انداخت و گفت ولی این درگیری رو تو ایجاد کردی. با تعجب نگاش کردم و گفتم چی داری میگی؟ و ساحل به زبون اومد که سال هاست عاشق تو هستم و هر چی رو که تو دوست داری رو دنبال میکنم، اگه خواستم مهماندار داره هواپیما بشم برای اینکه تو رو به دست بیارم و کنار تو قرار بگیرم و چقدر زیبا بود تک تک کلمات و جملاتی که ساحل به زبون می آورد. عشقی که اون لحظه ها ذره ذره تو تک تک سلول های بدنم از نو تزریق می شد رو نمیتونم هیچ جوری به تصویر بکشم و قلم و کاغذ و کلمات قاصر هستند. احساس می کردم ساحل رو سال هاست می شناسم و ذره از وجودمه و هیچ جوری نمی تونم ازش کوتاه بیام و کنارش بذارم. بهش گفتم حاضری به خاطر بودن با من از همه ببری، گفت آره از همه میبرم به خاطرت ولی فقط از مادرم و برادرم نمیتونم چون اونا هم جزی از وجودم هستن و انگار که بخوام جزی از وجودم و کنار بذارم که امکان نداره بهش قول دادم که هیچ اجازه نمیدم که از مادر و برادرش دور باشه اصلا هرچی که مادرش بگه همونو گوش میدیم از اون روز پنهانی رابطه من و ساحل شروع شد در حالی که فکر میکردیم این رابطه رو از مادرش داریم پنهون میکنیم مادرش کاملا با هوش و حواس جمعی که داشت از این رابطه با خبر بود برای همین بود که یه روز به ساحل گفته بود خونه رو فروختم و میخوایم بریم از این محله ساحل تعریف میکرد و میگفت اون روزی که مادرم همچین تصمیمی رو بهم به گفت فکر کردم تا عملی شدنش خیلی طول میکشه مادرم همیشه میگفت خونه حیاتدار به دردمون نمیخوره چون ما مردی تو خونهمون نداریم که از امون مراقبت کنه بهتر آپارتمان داشته باشیم که امنیتش بیشتر باشه ولی فکر نمی کردم که این فروش خونه به قصد دور شدن از تو ازدواج با توه. مادرش تصمیم خودشو گرفته بود و زمان این تصمیمو به دخترش میگه که خونه رو معامله کرده بوده و حتی یه آپارتمان جدید خریده بوده و دقیقا یه هفته بعد از این صحبت ماشین بزرگی توی کوچه ای ما پارک شده بود و اسباب اساسی داخلش قرار می گرفت. من دمه در مدر اومده بودم و اساس کشی اونا رو نگاه میکردم. باورم نمی شد که بخوان از اون کوچه برن. مادرش خیال میکرد اینجوری میتونه ما را از همدیگه دور کنه در حالی که این دوری ما رو بیشتر به هم نزدیک کرده بود یه سال و نیم تمام من و ساحل انقدر به مادر ساحل فشار آوردیم که از روی اجبار با ازدواج ما موافقت کرد. دیگه من کمک خلبان شده بودم و باید یه دوره رو طی کردم تا تبدیل به یه خلبان زبدو و مستقل بشم و ساحل هم به زودی فوق دیپلم خودش رو تو رشته مهمانداری می گرفت. به هر حال من و ساحل با هم نامزد کردیم. یه سیغه محرمیت بینمون جاری شد تا بقیه کارامون رو بتونیم انجام بدیم. مادرش از من تعهد حق سکونت گرفته بود تا هر جایی که اون تعیین بکنه زندگی کنیم برای همین آپارتمان روبروی خونه مادر خانومم و با کمک پدر خریدم تا مادر خانومم خیالش راحت بشه که نمیخوام دخترش رو ازش دور کنم نمیدونید با چه ذوقی تک تک جهیزی ساحل رو میخرید و داخل اون آپارتمان میبرد و اونجا میچید هر بار که به اون آپارتمان سر میزدم وسایل جدید داخلش قرار گرفته بود ازش خواهش کرده بودم من نیاز به جهیزیه ای ساحل ندارم خود ساحل برای من یه دنیاست من نمیخواستم بهش فشاری وارد بشه اون یه زن بود که هیچ وقت زنانگی نکرده بود و بعد از همسرش مثل یه مرد کار کرده بود و بچه هاشو بزرگ کرده بود اما مادر خانومم میگفت من هر کاری برای ساحل انجام میدم اونقدر مادر به ساحل سختگیری میکرد که اجازه نمیداد عروسی کنیم میگفت تا تک تک جهیزی های دخترم رو نگیرم و خونش رو تکمیل نکنم اجازه عروسی کردن نمیدم. اینم بگم که مادر ساحل دو جا کار میکرد. هم مربی پیش دبستانی بود و بعد از او توی تولیدی کار میکرد. تو این فاصله ساحل به صورت رسمی مهماندار هواپیما شده بود و تو هواپیمای مسافربری کار میکرد و من همچنان کمک خلبان بودم. برای تبدیل شدن به خلبان مستقل شرایط خیلی سختی وجود داره و به همین آسونی کسی نمیتونست خلبان بشه. مدت ها باید زیر زربین باشی تا بتونی توی این زمین صلاحیت لازم رو کسب کنی. ولی مدام با همدیگه در تماس بودیم و نمیتونستیم یه روز هم بدون خبر گرفتن از همدیگه زندگی کنیم. هر کاری میکردی ما در زنم یه بهونه برای عقب انداختن عروسی داشت. دیگه واقعا خسته شده بودم و یه روز که با ساحل تو خونه جدیدمون بودیم نتونستم طاقت بیارم و ساحل و بغل کردم و گفتم من دیگه طاقت دور بودن از تو ندارم. ساحل میگفت از اولش بهت گفتم که هیچ وقت کاری نکن که من بخوام مادرم و ناراحت کنم. ولی اون برای اینکه جلب رضایت منو هم داشته باشه قبول کرد که ما وارد ارتباط بشیم. اون روز بهترین روز زندگیم بود چون ساحل همون جوری بود که دوست داشتم از اینکه کار و بار و شغل و عشقم همه چی برام مهیا بود خدا رو شکر می کردم و خیلی از این وضع راضی بودم حالا که مانعی برای وسال من و ساحل وجود نداشت بیشتر با هم خلوت میکردیم و خوشحال بودم دیگه برام مهم نبود که تا کی مادر ساحل میخواد عروسی ما رو عقب بندازه حتی دیگه ازش نمیپرسیدم چند ماهی بود که با ساحل راحت بودم و حسابی خوش میگذروندم که ساحل بیشتر اصرار میکرد که به مادرش بیشتر فشار بیارم عروسی کنیم بهش گفتم من عشقمو دارم بزار مامانتم با تهیه جهیزی عشق کنه میگفت آخه میترسم قبل از اینکه اون عشق کنه آبرومون بره اگه دو روز دیگه من باردار بشم نمیگن عروسی نکرده این بارداری چیه میگفتم مگه میخوای از غریبه باردار بشی من از بچه ای که تو بخوای برام به دنیا بیاری کاملا استقبال میکنم اون با مشت به بازوم میزد و میگفت تو که همه چی رو به شوخی بگیر نمیدونم باید تا ماه دیگه حتما کارای عروسیمون رو انجام بدیم این ماه دیگه ماه دیگه یک سال طول کشید تقریبا میتونم بگم از وقتی که من و ساحل با هم نامزد کردیم سه سال طول کشید تا بالاخره عروسی کردیم بهترین خاطرات زندگی ما با تصاویر و فیلم نقش بست که یه عمر برام باقی موند. فقط دو هفته بود که من و ساحل با هم عروسی کرده بودیم که یه روز ساحل به هم زنگ زد و گفت الان آماده که پروازن و گفت برگردم یه خبر خیلی خوب برات دارم. بهش گفتم همین الان به هم بگو دیگه اون موقع دقیقا من جایی بودم که دسترسی به ساحل نداشتم ولی اون گفت به همین آسونی که نیست باید مجدگونی بدی تا بهت بگم هرچی من اصرار کردم ساحل کوتاه نیومد و حرفی به هم نزد زنگ تک تک خنده های ساحل همین الانم هم که دارم براتون تعریف می کنم توی گوشمه ساحل خداحافظی کرد و میدونستم نیم ساعت دیگه هواپیمایی که عشقم مهمان از زمین بلند میشه مشغول کاروبار خودم بودم و با بچه ها برای خوردن قهوه به کافه فرودگاه رفتیم قرار بود چند تا پرواز آزمایشی داشته باشیم و مهر خلبانی من به زودی میخورد و میتونستم یه خلبان مستقل باشم. از این بابت خیلی خوشحال بودم و دنیا به کامم بود. اونقدر سرگرم کارم بودم که فراموش کردم به ساحل زنگ بزنم و ازش بپرسم که چی کار میکنه. ولی ساحل بیش از ده تا پیام به گوشین فرستاده بود و لحظه به لحظه شرایطش رو برام گفته بود توی یه پیامی برام نوشته بود سپرایزی که میخوام بهت بگم داخل یه پاکتی توی کمد لباسامه ولی حق ندارم بهش دست بزنم تا وقتی که خودش برگرد و از زبون خودش بشنوم و پیام آخرش که فقط دو تا کلمه بود حلالم کن و من اونقدر با کار درگیر بودم که نتونسته بودم گوشیمو بررسی کنم و بفهمم چه خبره وقتی تو دفتر استادم نشسته بودم و داشتم باهاش یه صحبت هایی می کردم. صحبت هایی که بعد از زده شدن مهر خلبانی من بود من توی آزمایشاتی که ازم گرفته بودن قبول شده بودم دیگه به عنوان خلبان قرار بود پرواز کنم اونقدر از این موضوع خوشحال بودم که حد و حساب نداشت یهو یکی از دوستام سراسیمه به داخل اتاق اومد و میخواست حرفی به استادم بزنه که وقتی منو دید سکوت کرد همه بچه ها که ساحل همسر منه استادم گفت انگار میخواستی حرفی بزنی یه لحظه کوتاه چشمک زدن اونو دیدم که میگفت نه استاد حرف خاصی نبود نمیدونم چرا یه دلم خوری ریخت چون حس کردم مازیار نمیخواد پیش من حرفی رو که میخواست بزنه رو به زبون بیاره گفتم مازیار چی شده؟ مشکوک شدی؟ گفت نه چیزی نیست سمت برگاه هایی که روی میز گذاشته بودم برگشتم و در حالی که داشتم جمعشون میکردم یهو ساحل توی مغزم اومد انگار که برق منو گرفته باشه به سمت مازیار برگشتم و گفتم مازیار مشکلی پیش اومده حتی خود مازیار از لحن صدام ترسید لحظه‌ای که من داشتم با برگهام هم ور بر میرفتم مازیار با اشاره به استادم فهمونده بود که چی شده میدیدم مازیار داره نگاه استادم میکنه و استادم هم نگاه مازیار میکنه دلشورم بیشتر شد سری از جام بلند شدم و به سمت کیفم رفتم و گوشیمو از داخلش خارج کردم. پیام هامو باز کردم و پیام های ساحل که لحظه به لحظه برام فرستاده بود و خیلی تند مرور کردم. آخرین پیامش مال یه ساعت پیش بود. سریع شماره یه ساحل رو گرفتم. خاموش بود. ممکن بود که یه موقع گوشیش در دسترس نباشه ولی هیچ وقت خاموشش نمیکرد. دوباره شماره رو گرفتم و یهو انگار که قلبم وایستاد از فکری که به ذهنم رسیده بود. دستان به لرزه افتاد به سمت مازیار رفتم و گفتم میگی چه اتفاقی افتاده یا نه و اون لحظه بود که چشمای مازیار رو پر از اشک دیدم استادم از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت آروم باش ایرج هنوز چیزی مشخص نیست هاج و واج به سمتش برگشتم و گفتم چی مشخص نیست و این بار استادم به زبون اومد و گفت انگار هواپیمایی که خانومت مهماندارشه دچار دو دوچار مشکل شده فقط همین یه جمله کافی بود که احساس کنم از زمین و آسمون بریده شدم و زیر پام خالی شده و بدون اینکه بفهمم رو زمین افتادم صدای فریاد مازیا رو بدو بدوی استاد رو میدیدم بدون اینکه حسی داشته باشم و بتونم عکس عملی نشون بدم چندتا از بچه ها وارد اتاق شدن منو بلند کردن و روی یه تخت خوابوندن سریه دکتر بالای سرم اومد و معاینم کرد فکر میکنم فشارم خیلی افتاده بود که زود به هم یه سرم وصل کردن یه کم که گذشت یه ذره حالم بهتر شد و گفتم تو رو خدا بگین برای ساحل چه اتفاقی افتاده استادم گفت درست لحظه که خودت وارد این کار شدی همه چی رو در موردش میدونستی همه خوبی ها و خطراتشون رو ذره ذره به هم گفتن که هواپیمای بری سقوط کرد و اشکای من پشت سر هم میومد. استادم میگفت فعلا خبری از سرنشینانش نیست بهتر خودتو ناراحت نکنی تو باید آدم قوی باشی هنوز که هیچی مشخص نیست و تو میدونی این خطرات وجود داره گفتم مگه میشه از سقوط کسی نجات پیدا کنه گروه نجات داشتن به محل سقوط هواپیما میرفتن و از اونجایی که من نمیتونستم به هیچ عنوان صبر کنم همراه بچه ها به اون منطقه رفتم هواپیما ذره ذره شده بود و جنازه های سوخته شده تیکه تیکه شده همه جا پراکنده بودن من فقط به دنبال ساحلم بودم در حالی که گریه می کردم و دوستان میخواستن خواستن جلو بگیرن و اجازه ندن که جلوتر برم هرچی خواهش کردم که باید خودم ساحل رو پیدا کنم این اجازه رو به هم ندادن منو سوار ماشین کردن و برگردوندن زمانی که برای شناسایی جنازه یه ساحل که انگار فقط قطعه هایی ازش و داخل یک کیسه گذاشته بودن رفتم از روبانی که قبل از پرواز به دستش میبست و میگفت این نشونه یه علاقه من به توی که حتی تو آسمونا هم بهت فکر میکنم شناختمش دنیا به سرم خراب شده بود و همه زندگیم با ساحل نابود شده بود دیگه نمیتونستم کمر راست کنم و نمیدونید وقتی این خبر به مادرش رسید چقدر گریه کرد و جیغ زد به مدت ده روز مادرش توی بیمارستان بستری بود اون حتی توان اومدن به مراسم خاک سپاری ساحل رو هم نداشت و ساحل و در حالی که تیکه ای از قلبم و داخل همون کیسه ها گذاشته بودم به خاک سپردیم تقریبا ده روز بعد از فوت ساحل بود که مادرش رو از بیمارستان مرخص کردیم و به خونه برگردوندیم و تازه اون موقع بود که من یادم افتاد که ساحل قرار بود یه خبر سورپرایز رو به هم بده به سراغ کمد لباساش رفتم و در اونجا پاکتی رو به دست آوردم که از محتویات داخلش میشد فهمید ساحل باردار بوده و زمانی که فوت شده یه مادر هم بوده و جیگرگوشش گوشش رو توی وجودش پرورش میداده. تو سونوگرافی که انجام داده بود بچه سه ماهه بود یعنی قبل از عروسیمون ساحل باردار شده بوده. این موضوع هیچ وقت به مادرش نگفتم و پیش خودم نگه داشتم. فقط پدر و مادر خودم از این موضوع خبردار شدن اونقدر حالم خراب بود که دیگه نمیتونستم سر کار برم حال روحی روانی خرابی پیدا کرده بودم که هیچ جوری درست نمیشدم حتی از آپارتمانی که خونه و ساحل بود بیرون نمی پدر و مادرم تلاش میکردن منو تنها نذارن مخصوصا مادرم مدت ها پیشم بود و غذا درست میکرد کرد کارای خونه رو انجام میداد التماسم میکرد کرد که برم پیش اونا تا یه مدت از اون خونه دور باشم اون میگفت بهتر وسایل این خونه و این خونه رو بفروشی ولی من میگفتم هیچ کس حق نداره به این خونه و وسایلش حتی دکوراسیون چیده شدهش که همش فکر ساحل بود دست بزنه مدام تپش قلب داشتم که حتی مجبور بودم تحت نظر دکتر باشم و دارو مصرف کنم. انگار با رفتن ساحل همه آرزوهای منم به باد رفته بود. دیگه نمیتونستم روپا بند بشم. بیشترین ناراحتیم این بود که ساحل فرصت نکرد که با زبون خودش به هم بگه که داره مادر میشه. هیچ وقت فکر نمی کردم توی زندگیم تا این حد به کسی وابسته باشم که حتی زندگی عادیم هم مختل بشه. مایی که توی دوره های آموزشی خلبانی یاد گرفته بودیم که باید به خودمون مسلط باشیم و تو مواقع استراری درست ترین تصمیم رو بگیریم بدون اینکه به هم بریزیم یا افکارمون رو مشوش کنیم ولی نمیدونم چرا داغ نداشتن ساحل و هیچ جوری نمیتونستم قبول کنم. مدت ها گذشت تا تونستم یواش یواش از خونه بیرون بیام و بتونم توی خیابونا قدم بزنم. یه وقتهایی دوستان به دیدنم میومدن و با هم به کافه و گردش و این ور میرفتیم ور می رفتیم. به قول دوستان باید تلاش می کردم به خودم مسلط باشم و آروم بگیرم. سخت بود. ولی آدمیزاد نمیتونه زندگیشو مختل کنه و با رفتن کسی بقیه باید زندگی کنن و خدا رو شکر تونستم مسلط بشم به خودم و دوباره به سر کار برگردم. به هم گفتن مدت ها نمیتونم با هواپیما پرواز داشته باشم تا زمانی که مطمئن باشم که این کار از عهده من برمیاد. بنابراین تو کادر اداری فرودگاه مشغول به کار شدم. حقیقتش خودمم راضی بودم چون دیگه بعد از ساحل پرواز کردن لذتی نداشت. خاطره تلخ از دست دادن کسی که مثل نفس برات بوده به همین آسونی جایگزینی نداره. زندگیم روال عادی خودشو پیدا کرده بود و کم کم خیلی از وسایلهایی که مخصوص خود ساحل بود از خونه جمع بری کردم و داخل اتاق گذاشتم و در اتاق و بستم. دکوراسیون خونه رو عوض کردم و سعی کردم ساحل رو برای همیشه توی قلبم نگه دارم. ولی در کنارش زندگی هم بکنم. گاه گداری به مادر زنم و سهیل سر می زدم. گاهی وقتا از مادرزنم زنم می که سهیل رو بفرسته پیش من. ولی اون هیچ این کار رو و بحانش این بود که سهيل خیلی وابستشه. عجیب بود که مادرزنم من منو مقصر مرگ ساحل می دونست. اون می گفت ساحل از خیلی وقت پیش به تو وابسته شده بود و فقط به خاطر تو بود که رفت همچین شغلی رو انتخاب کرد. یادم شب عروسیمون مادر اومد در گوشم گفت حالا که به مراد دلت رسیدی یک کاری کن ساحل کارشو ول کنه و به زندگیش بچسبه انگار از خیلی وقت پیش به مادر ساحل الهام شده بود که ممکن اتفاقی براش بیفته به هر حال اون حس مادرانه داشت و من نمیتونستم درکش کنم چون با مادر زنم توی یه طبقه و دو تا واحد روبروی هم زندگی میکردیم گاهی وقتا نیمچه توجهی به سمت خودم میدیدم مثلا اینکه یه وقتایی نون میگرفت و بسته میکرد داخل پلاستیک میذاشت و دم دستگیره یا در واحدم آویزون میکرد. کم کم همه با این مسائل خو گرفته بودیم. حتی یه وقتهایی مادر زنم لیستی به هم میداد و میگفت پسرم میتونی این وسایل رو برای من بخری و بیاری؟ منم تا جایی که امکان داشت خریدای بیرون خونش رو براش انجام میدادم. از میوه و سبزیجات گرفته تا گوشت و حبوبات و هر چیزی که برای خونه لازمه و دم در بهش تحویل میدادم. یه وقتایی هم با سهیل به خونم میومد و حتی بلند می شد آشپز خونه مرتب می کرد جارو برقی می کشید. من که حسابی شرمنده می شدم، ازش خواهش میکردم که این کارا رو انجام نده چون واقعا نمیخواستم به زحمت بیفته. ولی اون می گفت زحمتی نیست و خیلی خوشحاله که میتونه تونه به هم تو کارای خونه کمک کنه. گاهی وقتها رفتارش طوری بود که من حتی شک می کردم که این همون مادر که قبلا هیچ وقت منو قبول نداشت. دیگه سهیل و بعضی وقتا میفرستاد پیش من و حتی بعضی شبا پیش من میخوابید. چون مادرزنم میرفت خونه مادرش تا از اون مراقبت کنه. مادرش حسابی بیمار بود و دکترا جوابش کرده بودن و با خواهرش نوبتی خونش میرفتن و ازش نگهداری میکردن. از اونجایی که سهیل اونجا هم بازی نداشت همچنین مدرسه میرفت و مدرسهش دور میشد سهیل پیش من میموند و شب با من میخوابید و فردا صبح اونو به مدرسه میرسوندم و خودم هم به سر کار میرفتم. باور کنید یه وقتا حس میکردم که سهیل برادر کوچیکم و از اینکه کنارم بود احساس آرامش میکردم و خوشحال بودم که میتونم کاری کنم که مادر زنم بخنده و شاد باشه. بعضی وقتا که پدر و مادرم میخواستن مسافرت برن از مادرزنم و سهیلم خواهش میکردم همراه ما بیان و با همدیگه به مسافرت بریم. خیلی به همون خوش میگذشت کم کم ساحل با تمام خاطراتش توی ذهنمون کم رنگتر شده بود و دیگه خیلی اذیت نمی شدیم. یه سال و نیم از فوت ساحل گذشته بود که رفتار مادر زنم برام یه جورایی عجیب غریب شد. اظهار محبت کردنش، خونم اومدنش، یه حالت خاصی داشت. باورم نمی شد این همون آدمی بود که یه روز به خونم تشنه بود و حسابی ازم عصبانی بود. کم کم احساس می کردم بعد فوت شدن زنم مادرش عاشقم شده بود یه وقتایی دستم رو تو دستش میگرفت و حتی اونو میبوسید میگفت شما خیلی کار حساسی دارید همه چیش برام داشت عجیب غریب میشد کلید خونم رو داشت و روزا میرفت خونم رو تمیز میکرد و هر شب به بهونه غذا میومد پیشم اکثر وقتا هم که میومد میگفت سهیل خوابیده انگار سهیل خواب میکرد تا بیاد یه ساعت دو ساعتی پیش من بشین و با هم حرف بزنه تا اینکه یه شب وقتی که اومد پیشم غذامو روی میز گذاشت و گفت برات شام آوردم بهش گفتم من امشب با دوستان بیرون رفتیم و شام خوردیم گفت پس برا همینه که اونقدر دیر اومدی با دوستات خوش بودی گفتم یه گردش دوستانه بود فقط روی مب نشسته بودم و تلویزیون رو روشن کرده بودم راستش دیگه هر وقت میومد کاری نداشتم که چی کار میکنه توی خونم یهو اومد کنارم رو مب نشست و با یه دستش رو از سرش در آورد پرد کرد اون طرف و یه دست دیگرش رو پشت گردنم انداخت و منو به سمت خودش کشید اول پیشونیم و بوسید و بعد یهو شروع به بوسیدن لبام کرد من که هاج و واج مونده بودم حرکتی نمی کردم و انگار که هنگ کرده باشم نمیتونستم حتی یه سانت جابجا جا بشم یکم ازم فاصله گرفت و گفت این همه من به تو محبت میکنم هیچی حالیت نمیشه با تعجب گفتم چی میگی مادر شروع به داد زدن کرد و گفت اینقدر به من نگو مادر مادر مرد من مادر نیستم برای تو من تو رو دوست دارم میخوام که باهات باشم هاج و واج نگاش کردم و گفتم مگه میشه گفت چرا نشه کافی منو تو بخوایم. گفتم ولی مادر ما مسلمونیم تو دین اسلام وقتی با دختر یکی ازدواج میکنی مادرش تا ابد بهت حرام و نمیتونی سمتش بری مادر زنم گفت من که نمیخوام با هم ازدواج کنی فقط با هم راحت باش میدونم که تو یه سال و نیم زن نداری منم مدت هاست مردی تو زندگیم نبوده خب منم یه نیازهایی دارم و خودشو توی بغلم انداخت و شروع کرد با هم ور رفتن باور کنید از خجالت حتی نمیتونستم جلوشو بگیرم یا سرم و بالا بیارم و اون بعد از اینکه منو بوسید شروع کرد دونه به دونه دکمه های لباسم رو باز کردن میخواست پیرهنم و از تنم در بیاره که جلوشو گرفتم نگاه چشمام کرد و گفت پاشو بریم اتاق خواب واقعا دیگه نمیتونستم تحمل کنم راستش چرا دروغ بگم حسای مردونگیم به تکون افتاده بودن و منم بالاخره انسان بودم و نیاز داشتم مثل یه برده رامش شده بودم و دستم گرفت و منو به سمت اتاق خواب برد وقتی کنار تختم دو نفرمون رسیدیم منو رو روی تخت پرت کرد و خودشم روم ولو شد از رفتاری که با هم داشت خوشم میومد و حس خوبی داشتم و اون بیشتر میخواست و حتی با حرفاش منو تحریک میکرد که خودم دست به کار بشم پیش خودم میگفتم یه بار که هزار بار نمیشه خودم رو رها کنم تا در اختیارش باشم توی یه حرکت اونو برگردوندم و جامون با هم عوض شد دیگه واقعا تصمیم گرفته بودم کاری رو که میخواد و انجام بدم و تسلیمش بشم حسی توی وجودم بود که نمیتونستم کنترلش کنم اولین بوسه رو که ازش کردم به محض بلند کردن سرم چشمم به عکس کوچیک ساحل که کنار تختمون بود افتاد با یه لبخند که همیشه به لبش داشت تو لباس مهمانداری هواپیما بود و دستشو بلند کرده بود تا از من خداحافظی کنه این عکس توی اولین سفری که میخواست با هواپیما برو من تا دم هواپیما اونو رسوندم ازش گرفتم یه لحظه احساس کردم دنیا داره روی سرم میچرخه متوجه موقعیتم شدم و با خودم گفتم من دارم چیکار میکنم روی تختی که یه روز مال من و ساحل بود الان با مادرش وای خدای من نمیتونستم این کارو بکنم به شتاب از روی تخت بلند شدم و دکمه های پیرهنم بستم حسابی عصبی بودم و تو حال خودم نبودم خواستم از اتاق خارج بشم که مادر ساحل از پشت منو گرفت و گفت کجا داری میری با تندی نگاش کردم و گفتم من جوونم ممکنه نادونی کنم تو چرا خجالت نمیکشی از خونه من برو بیرون اونقدر صدام تحکم داشت که نتونست حتی کلمه جوابم رو بده در حالی که به سمت اتاق برمیگشت دیدمش که از روی دراور گوشی موبایلش رو برداشت و به پذیرایی رفت رو سریش برداشت و به تندی منو نگاه کرد و از خونه بیرون رفت فردا صبحش سر کار نرفتم اول یه کلیت ساز آوردم و قفل خونه رو عوض کردم تا دیگه نتونه وارد خونم بشه و چند روزی به خونه پدر و مادرم رفتم هرچند که محل کارم دورتر شده بود ولی آرامش بیشتری داشتم تصمیم گرفته بودم خونم رو بفروشم. من دیگه نمیتونستم تو اون آپارتمان تو همسایگی مادر زنم زندگی کنم. باید تمام خاطرات بودن با ساحل و توی اون خونه میذاشتم و ازش دور میشدم. ساحل هنوزم توی قلب من بود و از طرفی نمیخواستم که پیش خدای خودم شرمنده باشم و مرتکب گناه بشم. به یکی از بنگاه های نزدیک آپارتمانم رفتم و ازش خواستم که خونم رو برای فروش بذاره. البته بهش به سپردم تعویزم میکنم و در صورتی پای معامله میرم که یه آپارتمان دیگه برام پیدا بشه چون نگران این بودم که اگه آپارتمانم رو بفروشم دیگه نتونم آپارتمان دیگه ای بخرم شماره موبایلم و به بنگاهی داده بودم منتظر بودم که برام زنگ بزنه برای بازدید آپارتمان کسی رو به اونجا ببریم نمیدونم چند روزی از اون شب کذایی گذشته بود که یه بار وقتی که داشتم تلگراممو چک میکردم متوجه شدم مادرزنم بهم به هم پیام داده که یه لحظه تلگرام باز کن اون فیلمی بود که خودش گرفته بود از لحظه ای که توی پذیرایی توی بغلم نشسته بود منو میبوسید تا زمانی که روی تخت بودیم هرچند که ما هیچ کاری نکرده بودیم و من کنار کشیده بودم ولی اون با بیشرمی فیلم گرفته بود و زیرش نوشته بود چقدر خوب میشه پدر مادرت این فیلم ببینن و بفهمن که تو عاشق مادر زنت شدی دنیا دور سرم میچرخید مگه ممکن بود یه نفر بخواد اینطوری زندگی تو به تاراج بده من پیش خونوادم آبرو داشتم و نمیتونستم این وضع و تحمل کنم اگه این فیلم به دست پدر و مادرم میرسید حتی دیگه نمیتونستم پا به خونشون بذارم سری گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم اونقدر ازش نفرت پیدا کرده بودم که دلم میخواست هرچی فحش نصارش کنم زنگ سوم گوشی رو برداشت پشت تلفن رو نازک کرده بود میگفت سلام عزیزم امری داشتی بهش گفتم که چطور تونستی این کار رو با من بکنی من دامادت بودم دختر تو همسر من بود اون که ادعا میکردی اندازه ای همه دنیا دوستش داری اون گفت من که چیز زیادی ازت نخواستم یه بار فقط با من باش من دوستت دارم چرا نمیفهمی از کلماتی که میگفت حالم به هم میخورد بهش گفتم که تو واقعا خجالت نمیکشی که همچین کلماتی رو به من میگی هنوزم داغ ساحل توی قلب منه یهو یه پشت تلفن فریاد زد اسم ساحل به دهن کثیفت نیار چند لحظه بعد صداش آروم کرد و گفت وای ببخشید یه دفعه عصبی شدم نمیخوام اسم اون دختر رو بیاری نمیتونم تحمل کنم رفتارش برام عجیب غریب بود چطور نمیتونست اسم ساحل رو از زبون من بشنوه بعد ادعای عشق و عاشقی میکرد بهش گفتم من خونم و برای فروش گذاشتم و نمیخوام دیگه به اون خونه برگردم این بار شروع به گریه کرد و گفت مگه من چه گناهی کردم من فقط عاشق تو شدم فقط یه بار دل منو به دست بیار بعد خونه رو بفروش و هر کاری میخوای انجام بده گفتم من هیچ وقت نمیتونم این خیانت رو در حق قلب خودم بکنم دیگه همچین چیزی از من نخواه تو هم برو توبه کن و از خدا بخواه که ببخشتت به خاطر افکاری که داشتی حتی داشتی برای من در هیبت شیطان ظاهر میشدی وقتی دید از راه محبت نمیتونه به خواستش برسه یه دفعه لحنش تهدیدوار کرد و گفت البته بعدم نمیشه که این فیلمو اول برای پدر مادرت بفرستم بعد ببرم محل کارت نشون دوستات بدم دستم و به سرم گرفته بودم و داشتم فکر میکردم یه آدم چقدر میتونه پست باشه بهش گفتم تو چی میخوای از جون من گفت فقط یه شب تا صبح با من باش مال من باش بعد برو دنبال کار و زندگی خودت گفتم به پیر به پیغمبر گناهه چرا نمیفهمی؟ گفت گناهش گردن من تو نمیفهمی که من به وجودت نیاز دارم دیگه نمیتونستم حرفشو تحمل کنم و گوشی و قطع کردم دستم و به سرم گرفته بودم و عصابم به هم ریخته بود یهو مادرم وارد اتاق شد و گفت چی شده پسرم؟ اونقدر صدات بلند بود که ترسیدم با کی داشتی حرف میزدی؟ تازه متوجه شدم که من خونه مادرم هستم و نباید اونجوری با صدای بلند صحبت می کردم. حالا شانس آورده بودم پدرم خونه نبود. من قبل از خودم یه خواهر داشتم که ازدواج کرده بود و خونه شوهرش بود. باید با کسی صحبت می کردم و یه فکری به حال خودم می کردم. نمی شد دیگه اینجوری ادامه داد. ولی با کی می تونستم درد و دل کنم که به هم اطمینان داشته باشه و بتونه کمکم کنه. با خودم می گفتم بهتره با یه مشاور صحبت کنم. اما وقتی مادرم رفت و یه استکان چایی با کیک برام آورد و بهم گفت بیا یه چیزی بخور فکری به ذهنم رسید مادرم بهترین رازدار زندگی میتونست باشه اومدم کنارش و پیشونیشو بوسیدم و گفتم مامان میتونم بهت اعتماد کنم و یه موضوعی رو بهت بگم مامان سرش رو تکون داد و به صورتم زل زد مجبور شدم تمام اتفاقاتی که بین من و مادر زنم افتاده بود و برای مادرم تعریف کنم تمام مدتی که داشتم از رفتار مادر زنم میگفتم مادرم به هم زل زده بود و باورش نمیشد که چیزایی که دارم میگم واقعیت داشته باشه. نگران این بودم که حق و به مادر زنم به خیال کنه که این من بودم که پیش قدم شدم و حرفم رو باور نکنه. بعد از اینکه همه صحبتام تموم شد مادرم از جاش بلند شد و بدون نگاه کردن به هم از اتاق بیرون رفت. یعنی پیش خودش چی فکر میکرد؟ این موضوع مثل خوره به جونم افتاده بود که دیدم دوباره برگشت و گفت ایرج این آدم قصد نداره به تو نزدیک بشه مادر زنت زن خوبیه اهل گناه نیست این میخواد انتقام بگیره دهنم باز مونده بود نمیدونستم چی باید بگم انتقام چی از من بگیره انگار مادرم فکرم و خوند و گفت انتقام مرگ ساحلو مگه نمیگی همیشه میگفت که تو مقصر بودی که به خاطر تو دخترم رفته مهماندار هواپیما شد و نمیخواد کارش رو رها کنه اون تو رو مقصر مرگ دخترش میدونه میخواد کاری کنه که تو کار و زندگی تو از دست بدی میخواد کاری کنه که عشقت به پرواز و بیخیال بشی میخواد یه کاری بکنه که تو از کارت اخراج شی وگرنه هیچ هدف دیگه ای نداره نمیخواد با تو ارتباط برقرار کنه چند دقیقه ای حتی نمیتونستم یک کلمه حرف بزنم. هرچی فکر میکردم حرفای مادرم درست بود و حقیقت داشت. واقعا مادر ساحل میخواست از من انتقام بگیره. انتقام سختی که هیچ جوری نشه جمعش کرد. اون خیال میکرد من دخترشو، عشق زندگیشو ازش گرفتم. الان میخواست علاقه من به پرواز و نشونه قرار بده و زندگیمو نابود کنه. به مادرم گفتم راست میگی الان که فکر میکنم حق با توه ما مردا درسته خیلی جاها رومون حساب میشه ولی واقعا بعضی جاهایی که زنا ممکنه به فکرشون برسه به ذهنمونم نمیرسه چقدر خوشحالم که تو مادر من هستی تونستم باهات حرف بزنم و این قده چرکین که چند روزی به زندگیم افتاده رو برات رو کنم به نظرت چیکار باید بکنیم مادر جون مادرم گفت اولین کار اینه که بتونیم فیلمی که الان ازت گرفته و داخل گوشیشه یه جورایی از بین ببریمش. گفتم چطور ممکنه؟ مادرم گفت خیلی راحته باید گوشیش دزدیده بشه. گفتم واقعا راست میگی؟ گفت آره چرا که نه وقتی مدرکی از تو نداشته باشه کاری از دستش بر نمیاد؟ آپارتمانتو میفروشی یا یه جای دیگه خونه میخری اونم نمیتونه هیچ کاری بکنه همه همکارات از عشق تو نسبت به ساحل خبر دارن میتونی پیش همکاراتم هم بگی که مادرزنم همش فکر میکنه که من باعث و بانی مرگ ساحل شدم تا اگه بعدا خواست دردسری برات درست کنه بتونی بگی که قبلا گفته بودم که اون حس انتقام داره ولی این فیلم میتونه باعث بشه که کسی حرفتو باور نکنه حق با مادرم بود باید این کار را انجام میدادم مسلما حالا که شاخک های مادر زنم جن بیده بود نمیتونستم کار زیادی انجام بدم با مادرم یه نقشه کشیدیم مادرم میگفت باید یه جوری به خیابون بکشونیشو بتونیم یه کاری کنیم تا کیفش ازش بدزدیم شاید اینجوری بتونیم گوشیشو از چنگش در بیاریم فکر خوبی بود به مادر زنم زنگ زدم و گفتم سر ساعت چهار تو پارک نزدیک خونتون میبینمت باید باهات حرف بزنم تا یه تصمیم درست بگیریم او قبول کرد و سر همون ساعت به پارک اومد بهش گفتم من یه کاری دارم همین دور بریا با هم بریم انجام بدیم قبلش با مادرم هماهنگ کرده بودم و اون حواسش بود که توی یه فرصت مناسب کیف مادر و بزنه مادرم لباس خاصی پوشیده بود که مشخص نباشه و سوار موتور پدرم شده بود اون میگفت گوشی منو بده تو گوشی منو دزدیدی گفتم نه من گوشی تو دزدیدم نه دختر تو من نمیدونستم که دختر تو عاشق من شده تا قبل از اینکه به خواستگاریش بیام ساحل خودش منو انتخاب کرده بود من این وسط هیچ گناهی نداشتم جز اینکه منم عاشق شدم تو میخوای زندگی منو نابود کنی ولی نمیتونی تو نمیتونی به روح ساحل لطمه بزنی اون زن پاک و دوست داشتنی بود من دیگه نمیخوام قیافت قیافتو ببینم حالم از مادر زنی که برای انتقام گرفتن از من دست به همچین کارای کثیفی میزنه به هم میخوره حیف ساحل با مادری مثل تو تو همین موقع مادرم دم در اومد و کیف مادر زنم و به سمتش گرفت و گفت بفرما اینم کیفت دیگه دست از سر پسر من بردار به اندازه خودش قصهدار هست خیلی شبا تا صبح اسم ساحل و صدا میزنه من میدونم پسرم چقدر ساحل و دوست داشت تو با این چیزا نمیتونی از پسر من انتقام بگیری اگه میخوای روح ساحل در آرامش باشه دست از این کارات بردار اشکای مادرزنم مثل ابر بهار روی صورتش می آمد و بغض سنگینی که توی گلوش نشسته بود آب شده بود. هیچی جوابم و نداد و از اونجا رفت. الان هفتش ماهیه که هیچ خبری از مادرزنم زنم ندارم. اون واحد آپارتمان رو با یه واحد دیگه توی منطقه دیگه عوض کردم. تمام وسایلی که مربوط به ساحل بود و به یه مرکز خیریه دادم تا روح ساحل هم آروم بگیره. دوباره میخوام که پرواز کنم و خلبان بشم. ولی به خاطر مشکلات روحی که داشتم فعلا اجازه پرواز بهم به نمیدن و میتونم فقط به عنوان کمک خلبان تو پروازها باشم تا وقتی که اطمینان داشته باشن که میشه به عنوان خلبان مستقل کار کنم از خدا خواستم که مرگ و زندگیم شبیه اون چیزی بشه که ساحل دوست داشت بشه ممنون که ماجرای زندگیمون گوش کردیم امیدوارم زندگی همیشه به کامتون باشه ممنونم که تا پایان این داستان با من همراه بودین. اگر شما هم داستان زندگی خودتون یا اطرافیانتون میتونه برای مخاطبین ما جالبی و یا پنداموز باشه خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارید.